سلام حال شما دلم براتون تنگ شده بود حالا به هر حال امیدوارم که بتونم مرتبتر بیام ببینیم هم دیگه رو شما منو ببینین من هم با چشم دلم شعر رو میبینم و پرارسیدن سال 2015 مسیحی و میلادی رو به سال خارجی ها رو که تا حاکم بر سرنوشت ماست این سال میلادی شاد باش میگم به همه و چه شاد باشی در حالی که خیلی از این همهی ای که میگم تو زندان ها هستند در نقاط مختلف دنیا زیر شکنجه هستند ویژه اینا تو مملکت خودمون ولی بر حال میشه آرزو کرد که سال 2015 سال کم رنگ شدن دیکتاتوری اب بین که نمیره ساب مرده و بر حال شل شدن این سختگیری ها و آدم شدن خیلی ها باشه سال 2015 15 براتون یک نوشته رو میخونم از خودم چند ساله که من این نوشته رو هی تکرار میکنم توی اینترنت و رادیو ها و تلویزیون ها و پری شبا هم در برنامه رادیو همراه دوست عزیزم استادمون آقای علیرضا میبودی این رو خواهش کرده بودم بخونن چون خودم گرفتاری داشتم نمیتونستم زنده رو برنامه رادیو برم تلفنی و من که نشیدم ولی گمان میکنم که این قصه رو با صدای آقای میبودی خیلی تر میشه شنیدش شبی که من کاک شدم شبی که من کاچ سالهای اول تبعید در فضای گرفته لندن زمانی که هنوز احساس قربت جایش را به حس شهروندی نداده بود آره دیگه ما سال اول غریب بودیم اما الان دیگه شهروندیم یعنی اینکه دیگه آم آم غریبی نیست بخشی از بقیه مردم شدیم خود من الان میزان سالهایی که در لندن بودم بیشتر از سالهایی که در ایران بودم یعنی من لندن بیشتر از تهران در زندگی من و من در زندگی لندن نقش داشتم حالا دیگه من ببینید که الان به ما میگن که اگر بیاین ایران اینجا غریب هستین دیگه اینو من نمیدونم من که نرفتم ولی میگن راننده تاکسی میفهمه تا شما سوار تاکسی میشه میگه آقا خارجی بدی خانوم از خارجی من نمیدونم نحوه برخورد چه است و اینا از کجا میفهمن و بعدا میگم بهترین اینه که بگیم نه برای که گرون برامون تموم میشه نه اینا البته هموطن آن ما در ایران هم سوار تاکسی که میشند به حال معلوم نیستش که از خارج اومدن یا داخل ما تا این راهنده های تاکسی و کسبه اون شم بیزینسیشونه که کار میکنه ولی به قربت همه جا هست همینجا تو لندن هم حالا میگم من قربت نیست ولی چرا پریروز تو همین ساوس هال اون بر محله ما محله هندی های لندن آه. یه یه انگلیسی راه گم کردی از من آدرس میپرسید فکر کرد آره منم هندی هم. یا پاکستانی هیف. گفتم نه با خدا منم غریب هم توی محل اومدم کاری بخرم برم به هر حال آره غربت همه هست اما میگم اون سال های اول که ما آمدیم اینجا غریب بودیم ولی الان دور از وطنیم و این تلخه اما اینجا همچین غریب نیستیم با انسان های دیگر زندگی میکنیم و درسته که هموطن ما نیستن و درسته که با زبان ما حرف نمیزنن و درسته که ما تو مملکت خودمون نیستیم و گاهی هم این قمه قربت به حال یه جوری میاد سراغ در مجموع روزانه همچین دنبه به دقیقه هم احساس غربت نمی‌کنیم حالا خوب چون من به خاطر رو نوشته بخونم هاشیه رفتم شفایی یعنی خالی خالی همینجوری بی نوشته بر گفتم دوباره از اول سالهای اول تبعید در فضای گرفته لندن زمانی که هنوز احساس غربت یا اشتا به حس شهروندی نداده بود سال نوع مسیحی که نزدیک میشد بچه ها کاج میخواستند که چراغانی کنند من میگفتم خفه کاج مال خارجی است ما ایرانی هستیم بچه ها میدارن زیری گریه که چرا هویکینا دارن اونها هم که ایرانی هم سرشون دار بیزدم که اونها ارمنی هستن مسیحی هستن هوی که اسم پسر همسایم بود بچه گریه کنون میگفتن خوب ما هم ارمنی میشیم ما هم ارمنی هستیم تفکی میشستم چهار ساعت براشون فرق مسیحی و مسلمون رو توضیح میدادم و مفهوم ارمنی رو برایشون میگفتم و حالیشونی کردم که ما مثلا فرض بفرمایید که برای فریبشون دم از مسلمانی هم میزدم این یعنی تقریه منفی حساب میشه که آره ما مسلمانی برای ارمنی نیستیم مسیحی نیستیم و بچه ها میگفتن که پس خب اگه مسلمانی پس تو چرا خودت مثل مادر بزرگ نواز نمیخونی عصبانی میشدم میگفتم خفه کاش خبری نیست حالا آره من چه عادت دارم وزن در این خوندن همینجوری یه چیزایی هم از بر بگم به ویژه میخواستم بگم که سال نو میلادی رو به هموطنان مسیحی خودمون ایرانیان ارمنی و ایرانیان آسوری شاد باش میگم آره مادر بزرگیشون میگفت حالا به من میگفت یعنی مادرم مادر حالا یه کاج براشون بخرم گناه دارم خوشحال میشه درخت که دیگه ارمنی مسلمون نداره مادر میگفتم مادر شما چرا میگم مادر دیگه اگه تو من خودمون بودیم اقلا الان میبردم به سینه زنین تواجه کنم <تصفح> اون سال آشرا تاسوها افتاده بود به همین کریسمس و نوهل و تولد مسیح و اینا مادرشون هم میگفت بچه ها میتونن کاش بگیرن بذارن تو اتاق خودشون من میگفتم من به یک اتاق فکر نمی کنم زن به یک مملکت فکر می کنم به تاریخش به تمدنش به فرهنگش که این همه خون برای اون ریخته شده زنم به کنایه میگم خدا رو چون خونه تو ریخته نشده من زیر لبم میگم دیکتاتور حالا اون وقت من زیر بار کاج برحال نمیرفتم آ هیچ وقت با هیچ درختی اینقدر کینه نداشتم حاضر نبودم یه پول سیاه برای کاج بدم ها نه گدابازی نبود البته مفتم میدادن نمیخواستم یه لجاجی بود که نمیدونم از کجا اومده بود و به کجا رفت ها با کاج اصلا میخواستم دست به یقه بشم آه با کاج های گرار خیابون که میفروختن اما مشکل فقط نباتی نبود انسانی هم میشد بچه ها حرف از بابا نهول که براشون هدیه می‌آورد من می خفه ما امون نوروز داریم مادرم می کجا ما امون نوروز داریم مادر جون اینا فروشگاهاشون پر از بابا نهله می مادر جون حق بازیست دوروغیست. این آدم های معمولی را به شکل بابا نویل در اینا بابانهای راست راستکی که نیستن دختره که میگو ولی شکلاتاشون راست راستکیه مادرم میگفت من این همه سال عمر کردم تا به حال یک امون و روز در ایران ندیدم نگاه گلایه آمیز به مادرم میکردم که مادرشان من رو جلو بچه ها کنف نکن میگفتم بچه ها نوروز که میشه ما توی ایران حاجی فیروز داریم که میاد میزنه میرقصه بچه ها میپرسیدن کادم به بچه ها میده مادرم میگم نه بابا یه چیزی هم دستی میگیره ای بابا بچه ها را مادرم دور میکردم میشستم براشون از پیدایش نوروز و جمشید جمع میگفتم خشهای آرشا را برایشان مثال می زدم. در آن موقعیت بچه ها هیچ علاقه به آشنایی با نیاکان باستانی نداشتند وقتی از ها بخشه میگفتم برشون میگفتن می میگفتن می ترسی می این می ترسیم بیاد شرط ترق بزنید تو گوشمون و بر... میگم میگو هم نه اون موقع گوش نداشتن ایرانی ها گوش رو میبرید آقای قصه بردی های دروغی و گوش من یه موقعی برای اینا گفته بودم با تاریخ نیا... نیاکان باستانی قاوه عاشقه بعد از تعطیلات سال نو تو مدرسه بچه های ما مردود بچه های بودن یا تنها دانش آموزانی بودن که هیچ هدیه سال نوی و کریسمسی از خانوادهشون نگرفته بودن تا برای هم کلاسی هاشون و آموزگارانی که سراغ میگرفتن تعریف کنن اینا رسمشون انگار که بچه میبرسن تو چی گرفتی بابا نوئل اومد از سوراخ دودکش اومد پایین تو جورابت مثلا چی گذاشت از این رسمای اینجوری دارن به هر حال مثل ما هم حالا بدبختی این که برن هدیه گرون قیمت بخرن ندارن من دیدم مثلا خانواده ها صابون به هم میدن صابون بسته بندی شده یا پاکت و کاغذ نامه نویسی که حالا حالا با ایمیل اومده و این حرف شاید مثل سابق انقدر اینا رد و بدل نمیشه ولی یه چیزایی میدادن که به هم میدن که در حد همون کارت تبریک هست نه در حد اینکه که بخوایم که زندگی مالی و مادی طرف رو نجات بدیم البته اونچه که من میبینم حالا شاید هم یه مثلا فراری و روز به هم دیگه هدیه میدن دیگه اونا رو یه جو میدم ما فقیر بیچاره ها نفهمیم حالا کجا بودیم <صصیح> بعد از تعطیلات سال نو در مدرسه بچه های ما تنها یا محدود دانش آموزاری بودند که هیچ هدیه ای از خانواده نگرفته بودند. تا برای هم کلاسی ها و آموزگارانی که سراغ میگرفتند تعریف کنند رسم معلمانشان است که انگار بپرسن که در کریسمس چه کرده اید و چه هدیه گرفته اید من در عوض به اونها یاد داده بودم که با افتخار بگوین عید ما سه ماه دیگر است در اول بهار است نه سر سیاه زمستان یه بودم تمسخر عید اینا رو بکنیم در اول بهار است نه مثل مال شما سر سیاه زمستان یک بار آموزگار از دخترم پرسیده بود در عید شما پدر و مادرتون چه کادویی میدهند جواب داده بود پارسال برایم جوراب خریدن امسال میخوان کفش بخرند باری مدتی طول کشید خلاصه تا من فهمیدم که شریک شدن در جشن مردم دیگه و خوشحالی کردن همراه دیگران هیچ اشکال قانونی و ناسیونالیستی و, و شومینیستی و وطن و مذهبی و غیر مذهبی نداره به خصوص در عالم بی کشی بچه ها تازه حسنشم اینه که آدم شادی میکنه. مدت طول کشی تا به حقیقتی برسم که ندیدنش رو با پناه بردن به تاریخ و قصه و افسانه جبران کرد مدت طول کشید تا بفهمم همه افراد بشر از هر مذهب و قوم و زبان و جغرافیا می توانن در غم و شادی همدیگر شریک باشند 35 6 سال پیش میفهمیدیم خیلی چیزا رو الان اینجا نبودیم که اوضاع بهتری داشتیم شابور وقتی ها نخست وزیرمون میشه و مملکت میرفت به راهی که دیگه احمدی نشاد ها و روحانی ها و خامنی ها راهی به اون بالا نداشته باشن و انسان های فرهیخته و دموکرات و متمدنی از قبیله وقتی دکتر صدیقی و بعد ها، نسل بعد که همین جوان امروز که هستن در مملکت ما به قدرت می به و اصلی و جنتی و برش کن ذکر مصیبت نکنم به هر حال حالا که فهمیدیم امیدوارم که سی پنج سال دیگه سی پنج سال دیگه بچه های ما و نبه های ما بگن او یعنی خدا بیا مرز فهمید ولی خوب دیر فهمید تازه ما خیال میکنیم من خیال میکنم فهمیدم شاید بعدا بفهمم که الانم تازه بشر به حال ترقیه و کجا بودم نه اصلا به من نمیاد که رو بخونم جفا میکنم به اون مکتوبی که قراره بخونم مدت طول کشید تا بفهمم همه افراد بشر از سر مذهب و قوم و زبان و جغرافیا می توانند در غم و شادی هم دیگر شریک باشند نمیدانم چند سال گذشت که فهم من بالا رفت یک سال شب کریسمس بچه ها رو غافلگیر کردم راستش از کاچهایی که با چراغهای کوچک و رنگ و رنگ پشت پنجره مردم می دیدم خوشم اومده بود آره هوا که تاریک میشه و خیابون ساکته ولی می بینی پشت این پنجره ها این چراغ ها چقدر زیبا می خوشم اومده بود خب من که نوشتم دیگه چرا حالای آب قاطیش میکنم یه مقدار حسرتی شده بودم تازه میفهمیدم تازه میفهمیدم بچه ها چه میکشیدم آخه یه دونه میخواستم می من غرور ملیم اجازه نمیدم هرچی فکر کردم دیدم ایش خطری نیاکان باستانی و افتخارات ملی منو تهدید نمیکنه دیدم یه کاچ؟ کوچکتر از اونه که تاریخ و تمدن منو زیر سوال ببره حتی فکر کردم آهاد نیاکان باستانیمون هم اگه الان در لندن بودن چه بسا کاجی روشن میکردند و یه چیزایی بهش آبیزون مثلا نادرشا جبایرات رو که از هند آورده بود آبیزون میکرد به کاج یا آدرشا به ایسای آقا محمد خانه که قد کرده بوده میزشون بالا چه میدونم به هر حال حالا تو اصلا بگذاریم از اینکه یک دارن ثابت میکنن میخوان ثابت کنن که کاج کریسمس هم اختراع یا کشف ایرانیانه که اونجا هم این ادعا به ثبوت نرس. بس به خدا این همه افتخارات به امام زبون بسته دیگه حالا کاج و متعیش نشی بگذاریم حالا یه چیز هم این بدبخت ها خارجی ها داشته باشن که حالا این همه به ما پناه دادن خوره دادن هفتگی میدن خرچ دکتر دبامونو میدن همه چیز از چنگش در نیاریم کجا بودم نره اینجا اون <تصفح> سال اینجا رو خیلی ادبی نوشتم آن سال در آن غروب سرد و تاریک درگیر لندن یک کاج حسابی دلخرجی کردم علنگ و دلنگ و زرق و برق و سیم و لام های مربوطه را هم خریدم و بردم خانه ولی دیر کرده بودم طبق معمول دیر کرده بودم یک چند سالی دیر کرده گفتم که مدتی طول کشیده بود تا فهم من بالا برود یا سال اینجا یا چهار پنج سال هم است که اونجا یه سالی خلاصه بچه ها که از شهر دانشگاهیشان برگشته بودند حالا خودتون حساب کنید چند سال شده بوده تا دو سالی بیفته بچه ها که از شهر دانشگاهیشون برگشته بودند بل بچه های سابق من که با آن دیدن کاش را رها کردن و خودم را چسبیدن سر پا وا داشتندم روی صندلی و آن وقت همه آن زنم زیمبوهای تزئینی و چراغانی را به من آویزان کردن سیم برق را هم دورم پیچیدم این برقه اون برقه اصلی نیست که خطرناک که نترسین ها آداپتور داره که چیز رو میکنه سیم برق را دورم پیچیدن و حسابی که سیم پیچ و آزیم شده بودم دو شاخه را زدن به پریز و دوربین عکس و فیلم برداری آوردند و زدند و رقصیدند مادرشان همزمان لامپ سخت را خاموش کرد مادرم میگفت اذیت نکنین بچه ما خیلی من روی صندلی توی تاریکی میدرخشیدم انگار فکرم بود که پرتو انداخته بود به اتاق انگار روانم بود که روشن شده بود جسم جانم انگار بین زمین و هوا معلق بود معلق و نورانی یک احساس کاج شدنی عجیبی به من دست داده بود در آن شبی که من کاج شدم خیلی ممنون حالا یه تیکه دیگه براتون میخونم بعد از یک فاصله کوتاه جنگل آهو مهمات رسه تلخ محیط زیست دویدم و دویدم به جنگلی رسیدم دو تا بولدوزر دیدم بودن تو اون عراضی مشغول جاده پشت سر بولدوزر لشکر فنی حاضر اون همه ماشینالات مشغول دفع آفات آفت چی بود؟ درخت بود درخت تیر وقت بود تبر گنده بودش دشمن کنده بودش کلنگ هیدرولیکی دیزاین شده به شیکی قلتک جاده صاف کن هر چرخ اون هزار تن تو یک ماشین اجاق بود پاتیل غیر داغ بود ماشین عرب برقی نشونه ترقی درخت های عمودی شد افقی به زودی ریشه هاشون در اومد زندگیشون سر شاخه اسیر خاک شد جوانهاش حلاک شد وقت وداع برگ بود فصل سیاه مرگ بود جاده تو قلب جنگل میرفت جلو مسلسل پرنده ها پریدن چرنده ها دویدن جنگله شد دو پاره دو نصف بی رواره جاده مثل شلاق صاف و سیاه و براق رو پوست سبز جنگل گذاشته کلی تاول وقتی که کار تموم شد جنگل که خوب حرم شد شد وقت افتتاحش اومد وزیر راهش حفظ محیط جنگل به من شده محوال این جاده خیلی عالی رونق این حوالی است جون میده هست و نیست و کل محیط زیست و میبره ما رو یک سر به جنگل بزرگتر اونجا که یک کارخونه در حال ساختمونه کارخونه مهمات اهم کارخونه جات توپ تانک مسلسل آخر راه جنگل نطق وزیر سر اومد لحظه آخر اومد جاده رو خط کشیدم خط از وسط کشیدم تابلوهایی که داشتن دو سوی جاده کاشتن رو تابلوها نوشته با لحن یک فرشته با احتیاط برانید باید همه بدانید وقتی که دارین میرین رو زیر نگیرین عکس بالای تابلو یه آهو در حال دو دویدم و دویدم دو تا آهو رو دیدم به هم نگاه میکردن نگاه به راه میکردن دو تا آهوی حیرون از هم جدا پریشون یکی نر یکی ماده میونشون یه جاده دویدمو دویدم دو دویدم تا شکار چی دیدم باسپاس بس.